یه چیز جدید، یه کلمه جدید بگی. همه برا بد خواب دیدن، تو رو میبینن از حال میرن، پسرهای محلمون پشت روی صحرا میرن. تو رو برا دسره پسره، نکنه شیطونی بزنه به سره، دوست پسره بار مینه با از بقیه پسرها یه ذره که سره میزنه. الان میمی جون، میمی بگو جوابو. میمی جون منم فیفی. فیفی؟ فیفی تهرون. یادم نمیاد، بگو جوابو. جو نه 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 یادم نمیاد. پارک دانشجو میمی و فیفی بازی میکنن، خیلی قشنگ سرسره بازی. نه عزیز من جوابو بگو. بی پدر و مادر رو ببینم. نه نه بی پدر مادرم نمیشه عزیزم. بیخوندی و اطرافیان تشویقت میکردن ولی پدر و مادر مخالف بودن. چرا؟ خب میدونی و دکتر مهندسن و خب خیلی طبیعیه که مخالفت کنن. ددی خیلی مخالف بود، آف کورس مامی بیشتر. و تو با مامی قهر کردی و اومدی خارج کشور؟ نه قهر که نه، مامی الان تو LA together زندگی میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم، خیلی کیر میکنه راجع به کارهای من، خیلی براش مهمه، انجوی میکنه. ولی اون موقع پاسپورتمو گرفت و مجبور شدم از راه زمینی بیام. آه یعنی قاچاقی، یعنی تو بدون پاسپورت از کشور خارج شدی؟ خب اگه اشکالی نداره بگو برای بینندگان ما که چجوری بود. خب خیلی دلم میخواد که همه بدونن که چقدر هنرمندا زحمت میکشن که بتونن هنرشون رو بدن بیرون. من اون موقع پاسپورت نداشتم و از طرف یه کسی که ترانزیت میکرد، راننده تریلی بود، تونستم که موف کنم به ترکیه. خب تو راننده تریلی شبای جاده نترسیدی؟ خب چرا، خیلی زیاد خیلی هم میگفتن نکن، نرو، خطرناکه، بلا سرت میارن و اینا، ولی خب من میخواستم که این کارو بکنم. میفهمم. و تو سالم و سلامت رسیدی این ور؟ خیلی هم ساده نبود. اصلا ساده نبود. البته راننده خیلی 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 آدم نایسی بود، خیلی خونگرم بود، ولی خب مجبور که پیاده کنه. یعنی تو پیاده اومدی برای من؟ پیاده که نه، اونجا خب به هر حال با چند تا جوونه خیلی خونگرم آشنا شدم. اونا بهم کمک کردن که بتونم از موقعیتش استفاده کنم که بتونم بیام. یعنی چند وقتم اونجا موندی و اینا؟ حتما تو بتونی رد شی. خیلی خیلی زیاد، خیلی زیاد طول کشید. تو چادر نگه می‌داشتن که بتونم رد شم. و خیلی حتما سخت گذشت اون شبا ها؟ سخت که نه، گفتم گفتم خیلی خونگرم بودن، خیلی کمکم کردن و فکر می‌کنم که از اینجا باید بهشون سلام کنم. های. خب ترکیه یک کشور غریبه، یک دختر تنها، چطور بود؟ ترکا خیلی خونگرمن، ترکا خیلی خیلی آدمای خونگرمن، مثل ما ایرانی ها میمونن. خب بسیار خوب. و رسیدی ترکیه و با همسر اولت آشنا شدی و آلبوم اول؟ دقیقاً آمیت خیلی کمک کرد، آلبوم اولم رو دادم بیرون، کنسرت برگزار کرد، خیلی خیلی به من کمک کرد آمیت. خب به خاطر همین کمک ها بود که ازش جدا شدی؟ نه من جوان بودم، خیلی جوان بودم و آمیت 90 سالش بود و فکر کنم که وقتی مرد سنشون میره بالا خونسرد میشن از بره. من تو نمیتونی با یه آدم خونسرد زندگی کنی؟ هرگز. خب معلومه که نمیتونم، ولی خب به هم زنگ میزنیم، اول پارسی میکنیم. خب بگذاریم، رسیدم به امریکا، کار کردن روی آلبوم دوم، موفقیت عجیب کنسرت دبی و همه تو این شهر میگن تو مدارج ترقی رو خیلی زود طی کردی. خیلی لطف داری، خیلی زیاد. تو همیشه خود تو جز کسایی بودی که خیلی به من کمک کردی. ممنونم. خیلی لطف داشتی. ممنونم. خیلی خونگرم. ممنونم. البته ما به همه جوونا سعی میکنیم کمک کنیم که تو این جریان بیافتن اینا. این تلویزیون ما اصلا کلا اینطوری. از کنسرت دبی میگفتی، اونو بگو. کنسرت دبی باور نکردنی بود.
خودت میدونی 38 نفر تماشاچی داشتم و میگفتن حتی عربا اینقدر تماشاچی ندارن، حتی مدانا اومده بود اونجا و فقط 37 نفر تماشاچی داشت. باور میکنی؟ باور نکردنیه. خب سه ماه موندی بسی که دبی، درسته؟ چرا آخه؟ خب برای اینکه خیلی خیلی خونگرم بودن، خیلی کمک میکردن، آفر دادن که اونجا بمونم، زندگی کنم، تابع بشم، ولی من گفتم که خب identity هویتم برام ایرانی مهمه خیلی زیاد. بسیار خوب، بسیار خوب، آفرین. و این واقعا جای تشویق. اینو ولی بهت بگم که وقتی که من اونجا بودم خیلی میس کرده بودم وطنو و روز شماری میکردم برگردم و وقتی تو هواپیما نشستم احساس واقعا احساس کردم پر دارم اون لحظه و نشستی تو هواپیما و اومدی به ایران یا برگشتی ایران؟ نه هوم اینجا. اومدی اینجا برای اینجا دلت تنگ شده. خب امروز یک ایمیلی از ایران برام رسیده، خواهش میکنم به این دقت کنید. خانومی که تماس میگیری از من میخوای حقایق رو برملا. من هموطن، من برادر، من عزیز، من بی ناموس بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. به این ایمیل گوش کن، یه دختر 8 ساله فرستاده. من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمیزنم که، من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که، من نمیخوام رئیس جمهور بشم، نمیخوام رئیس مجلس بشم، من فوقش رئیس رادیو تلویزیون ملی ایرانو به هم بدن من قانم. یه دختر 8 ساله این ایمیلو فرستاده. عوضی که زنگ میزنی فوش، کجا بودم؟ بی شرف، وطن فروش، آشغالی که زنگ میزنی اینجا فوش میدی. این ایمیل یه دختر 8 ساله فرستاده، خواهر 8 ساله تو، هموطن 8 ساله تو، بی غیرت. گوش کن، این ایمیل رو نشون بدی. ایمیل رو نشون بده، خاک تو سرت با اون ایمیل نشون دادنت، برگرد. یه دختر 8 ساله ایرانی ایمیل رو برای من فرستاده، با قلبش، با قلمش، با روح پاک ایرونیش، با روح آریاییش این ایمیلو فرستاده. میخوام دقت کنی، نوشته جیگر طلا، مگه من قرار نبود دیشب بیای تو چت روم؟ بله همینه، دختر 8 ساله از ایران، از وطنم، از پاره تنم اینو نوشته. درود بر شما آقای بهرام آریایی عزیز، درود بر تو دخترم. آقای بهرام آریایی، ما در اینجا هیچ تفریحی نداریم، هیچ امیدی نداریم، هیچ خوشی نداریم، پس دلمان به کی خوش باشد جز به شما و کانال شما. پس اگر ممکنه از هر جور که می شود این کانال را حفظ کنید تا ما شما را ببینیم و آگاه باشیم، تا همه چی آزاد شود و ما خوش باشیم. این موهای تن من سیخ، مو به تن آدم سیخ میشه، اشک به چش آدم میاد. پوفیوز زنگ میزنی فوش میدی، اینو یه دختر 8 ساله نوشته با روح پاکش. من اصلا کسی نیستم دخترم، در مقابل روح آریایی تو، عشق وطن تو، همه چی تو، من کسی نیستم. چرا فکر میکنید من اینجا سنگ خودم رو به سینه میزنم؟ چرا فکر من کار میکنم، من زحمت میکشم؟ تو و امثال تو دختر 8 ساله با روح آریایی خودت، با فکر آریایی خودت، با جسم آریایی خودت این کانال رو حفظ میکنید با 200,000 دلار. با 200,000 دلار این روح پاک آریایی، این کانالی که مال تو، حفظ میشه. ولی من
منم بلدم گدایی کنم، حمال منم بلدم گدایی کنم، مثل این یارو حسنی بده بد بد، پاشم برم ننمو بابامو میمیو